من نهایت خوشبختم. صدای شهر ما آره سکوته، ولی نزدیک فردای سقوطه. صدای پای سهراب و که خوندم نوشتمون که رفته پا نبوده. تو پس دل داشته باش، حرفاتو مش کن، که فردا روز آزادی چه زوده، که فردا روز آزادی چه زوده، چه زوده، چه زوده. بجز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، بجز آزادی روز من و تو تار محاله. روز بی حرف باشه دشمن، روز بی حرف باشه دشمن. با درود گرم خدمت شما هممیهنان عزیزم، 15 برنامه شبکه ایران یاران رو امروز 21 اوت 2019 خدمتتون ارائه میدیم با حضور مهمانان عزیزم، آقای کشیش رسول گرامی عضو شورای راهبردی شبکه ایران یاران و آقای مسعود اخترانی تهرانی عضو شورای راهبردی ایران یاران و شبکه ایران یاران و در این حال دبیر سازمان یا به اصطلاح رسانه شورای رسانه های مبارز و مردمی. خوش آمد میگم به هر دو مهمان عزیز. برنامه ما با کم تاخیر آغاز شد، به سرعت میریم سراغ برنامه آقای اخترانی تهرانی که قرار بود در ارتباط با ویدئویی که اخیرا انتشار دادن در ارتباط با عزیزمون مرد شریف و بزرگی که همکنون در زندان هستند، آقای عباس واحدیان شاهرودی، و از ایشون خواهش میکنم که توضیح بدن در مورد این ویدیو. و قبل از اون البته از اتاق فرمان تقاضا میکنم که ویدیو رو پخش بکنن تا همه عزیزان بدونن که راجع به چه ویدیویی صحبت میکنن، و بعد خود آقای مسعود اخترانی تهرانی عزیز توضیح بدن که علت پخش این ویدیو چی بود. امروز 25 تیر ماه 1398 بعد چند روزی، یک ماهی تقریبا از انتشار بیانیه 14 نفر ما گذشته. در این مدت خب تهدیدات زیادی شدیم، دو تن از دوستانم و از اعضای این 14 نفر رو آقای نوری‌زاد و آقای مهدوی‌فر رو گرفتن. بعد برای ما هم به طرق مختلف تهدیدات هر روز و هر شب ارسال میشه. در دو سه روز اخیر تهدیدات خیلی جدی تر شده. حالا برخی از تهدیدات هستش که جنبه خیرخواهی داره، یعنی از طرف کسانی میاد که واقعا انگار نمیخوان یه اتفاق برای مثلا کسی مثل بنده بیفته، یک چیزایی خبر دارن، بو بردن که اتفاقاتی در شرف انجامه، میان اطلاع میدن که مثلا آی واحدیان مراقب خودت باش، واقعا یک همچین چیزی طراحی شده، نقشه قتل طراحی شده. من میخواستم از اینجا یک پیامی، حالا نمیدونم واقعا چه خبره اون پشت، بعد چه سناریویی در نظر گرفتن آقایون، آقایونی که خیلی انتقاد پذیرن مثل رهبر کبیر انقلاب که در حرم امام رضا میاد میشینه میگه که در این مملکت کسی به خاطر نقد سیاسی و به خاطر انتقاد از بنده و مسئولین در زندان نیست، و هر کی این حرف رو بزن دروغ میگه. بنده خطابم به ایشونه، به وزیر اطلاعات، به آقای طایب در ساس و سایر سرداران. بعد خطابم اینه که من از هیچ طرح و نقشه شما واقعا ذره‌ای به اندازه یک ارزن هراس ندارم. هر چی که در توانتون هست، هر کاری که میتونین انجام بدین، اونا رو برین انجام بدین و ببینیم که آیا این پاهای ناتوان این مرد یکو تنهاست که خواهد لرزید، یا دست اون کسی که قرار ماشه رو بکشه مثلا دست اون خواهد لرزید. مطمئن باشین که دست شماها می لرزه، ولی این پاها امیدوارم که هرگز در برابر شما زورگویان، در برابر این دیکتاتور نلرزه. در هر صورت گفتن که اینو شاید این اتفاق بیفته و اینها موفق بشن برفت این کار رو انجام بدن و ترور هم بشه، همین که خب خیلی ها در طول این 40 سال کشتن، اعدام کردن و یه چیز غریبی از این رژیم نیست. اما موضوع سر اینه که دیگه ما از این ترس گذشتیم،
یعنی این چیزی که الان من دارم میگم فقط من نیستم که بگم یک سوپرمن توی ایران پیدا شده داره همچین حرفی میزنه، نه، امروز این روحیه روحیه تک تک ایرانی ها شده، روحیه اکثر ایرانی ها همینه، یعنی کسایی هم که دیگه واقعا مرگ و زندگی براشون فرقی نمی کنن، حاضرن بمیرن ولی ایرانشون از دست شماها نجات بدن و مطمئن هستن که به زودی زود ایران از دست شما نجات میدن و به زودی شماها رو در دادگاه ها خواهیم دید. این اون پیام منه که به شما امروز دارم ابلاغ میکنم در 25 تیر 1398، و شاید اون روز من نباشم که دادگاهی شما رو ببینم ولی شما در اون دادگاه ها حاضر خواهید بود با خفت و خاری، اینو در شک نکنم. و به قول شاعر میگه بلب جوی نشین و گذر عمر ببین، من میگم نه، بلب جوی نشین و به مرگ ریشتن بزن. سخنان این مرد شریف و بزرگ رو شنیدید. از آقای اخترمن تهرانی عزیز تقاضا میکنم که بگن علت این که این ویدیو رو پخش کردن چی بود و تعهد ایشون چی بود. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیزم در افسانه‌نگارات دنیا، همچنین مهمانان عزیز که توی برنامه حضور دارن. من خیلی کوتاه، مختصر و مفید به شما بگم. ببینید آقای واحدیان از زمانی که مشخص شد که میخوان قبل از حضور آقای شینزو آبه تو تهران یک بیانیه ای رو منتشر کنن نسبت به استعفای رهبر ایران، از اون موقع با من بیشتر ارتباط داشتن، راجع به مجموعه ای از فعالیت هایی که پشت پرده انجام میشد با همدیگه در تماس بودیم، صحبت های متفاوتی رو داشتیم. پیش بینی می شدش که ممکنه که این بیانیه وقتی که صادر بشه اتفاقات عجیب و غریبی بیفته، کما اینکه پیش بینی ها درست از آب در اومد، بخشی از اون اتفاقات افتاد، متاسفانه اخیرا منجر به بازداشت ایشون شده بود. این ویدیو 25/5 به دست من رسید، یعنی ایشون فرستاد و از اون موقع نزد من امانت بود و ایشون پیش بینی می کرد که زمانی ممکنه که یه اتفاقی بیفته که ایشون دسترسیش به بیرون از ایران، به بیرون از زندان قطع باشه و نتونه صدای خودش رو برسونه. از اون موقع پیشبینی ها انجام شده بود و این ویدیو و به اضافه تعداد ویس رو نزد من به عنوان امانت گذاشته بود و من از این امانت تا امروز پاسداری کردم، صیانت کردم و بنا به و به نوب صلاح دید قرار شد که این ویدیوها و این ویسا در زمانهایی که نیاز هستش منتشر بشه. بعد از بازداشت ایشون تصمیم گرفتم که این ویدیو که نماد یک مبارز واقعیه، من از صحبتهای آقای واحدیان استفاده میکنم، به افرادی که الان نشستن و به من میگن چرا داری این کار میکنی، ایشون جرمش سنگین میشه، میخوام به اونا بگم آقای واحدیان اندازه یک ارزن نمیترسید، شما هم اندازه یک ارزن جرأت داشته باشید، شما اندازه یک ارزن وجود داشته باشید و از کسی که مبارز ملی، آقای واحدیان متعلق به خودش نیست، بیانیه 14 نفر متعلق به خودشون نیست، بیانیه خواسته یک ملته، خواسته یک این خواسته ای که از دهان یک مبارز واقعی شنیده شد. چی میخواین تو این ویدیو بشنویم که تا حالا نشنیدین؟ اونم از داخل ایران، از داخل ایران یک همچین فردی میاد یه همچین ویدیو رو شجاعانه میذاره زمانی که بازداشت شده. ما دیگه از قهرمان ملی چی انتظار؟ ما حتما باید کابه آهنگر داشته باشیم، مگه اینا اسمشون چی میتونه باشه؟ چرا همه ترسیدن؟ چرا همه تهدید میکنن؟ تا الان 16-17 نفر با من تماس مستقیم داشتن، تهدید کردن یا این ویدیو رو پاک کن یا تخریبت میکنن، یا من به هیچ وجه زیر بار نرفتم. امیدوار هستم، من نمیخوام باز کنم چه کسانی این کار کردن، اما خودمون میدونیم آقای میم الف، آقای ری الف، آقای قاف دال، من نمیخوام اسماتون رو ببرم، خجالت آور من اگه بخوام اسماتون رو ببرم، واقعا درستش نیست، تماس میگیرید، تهدید میکنید، پیشنهاد پول میدید، بقیه ویسا رو پخش نخواست بده پاک کنید از گوشیش. این به نظر من خیانت در امانت، من همچین کاری رو نمی کنم، بنا به اقتضا، بنا به شرایط موجود، هر چقدر پیش اگر اتفاقاتی بیفته، بنا به اون شرایط ویدیوهایی که و ویسایی که ایشون در اختیار من گذاشته رو منتشر میکنم. ویسا تماما با تاریخ،
تماما اسم این جانب برده شده و این امانت ملی قید شده. من بخش کوتاهی از اولین وایس اول وایس ایشون رو میدم، این وایس طولانیه، من نمیخوام وایس رو منتشر کنم، فقط به دلیل اینکه تنویر افکار عمومی داشته باشیم ما تو این برنامه، من این وایس رو خدمتتون میدم چون یه برنامه دیگه ای هم هستش. مسعود عزیز، آقای اخترانی کل مطالبی هستش که خب طبق روال چون به دوست نازنین اطمینان دارم و مطمئنم که در حفظ امانت و نگهداری از اونها تا روزی که آن لازم بشه حتما گوشو هستی اینا را خدمت میذارم تا شاید اگر روزی خودم نبودم بالاخره مردم ببینن چه اتفاقاتی پیرامون ما داره میفته و بکنم سمت سوداری مرکت میکنه. من یه دوتا نکته رو لازم میدونم از همین تریبون استفاده کنم بگم. ببینید دوستان، بعضیا پیام دادن گفتن که شاید منظور آقای واحدیان این بوده که در قید حیات نبودم. واقعا من متاسف هستم برای کسانی که این حرف رو زدن. حتما این عزیزان منتظر هستن که ایشون خدای نکرده اعدام بشه. یعنی واقعا متاسف هستم. هر کسی میخواد باشه، این حرف رو خیلی زدن از اقوام ایشون. واقعا براتون متاسف هستم. واقعا با آقای واحدیان من تاسف میخورم که چنین افرادی نزدیکانش بودن که منتظر هستن ایشون فوت کنه و بعد این وایس ها منتشر بشه یا این موضوعات بیاد در جامعه. واقعا براتون متاسف هستم. خدا رو شکر که شرافتم رو از بین نبردم، خودم رو حفظ کردم و از این امانت تا جایی که جان در بدن داشته باشم حفاظت میکنم و بنا به اقتضا اینو منتشر خواهم کرد. در خصوص بعضی از دوستانی که قصد مصادره بیانیه 14 نفر رو دارن، اینو اطلاع داشته باشن که آقای واحدیان از همه چی اطلاعات داده، از اینکه کجا در چه رستورانی چه غذایی خوردید، در ترقبه با چه کسانی بودید، در تهران چه کسانی با چه کسانی ملاقات کردن. حواسشون باشه، خدای نکرده یه موقعی به ذهنشون خطور نکنه که بخوان بیانیه 14 نفر مصادره کنن، حزبیش کنن، بگن ما پشت قضیه بودیم. به اون تاجر نیشابوری هم بنده سلام عرض میکنم، میگم بهشون اطلاع میدم که حواسش باشه، بنده ایشون رو رصد میکنم. به محض اینکه ایشون خطایی ازش سر بزنه، بنده اون اسناد و اون کاغذی که موجود هستش رو منتشر میکنم. من فکر میکنم بیان به منافع ملی فکر کنیم. من نمیخوام کسی رو تهدید بکنم، من دارم هشدار میدم، هرگز نمیخوام تهدید کنم، اما اینکه بیان تهدید کنن، بخوام تخریب کنن، نه خیر، از این خبران نیستش. و من هرگز از همسنگر، از کسی که به من اعتماد کرده و میدونسته یه همچین موضوعاتی ممکن اتفاق بیفته، دفاع خواهم کرد. الان تمام افرادی که هستن بازداشت شدن، ما باید آیا اینو مصادره کنیم بگیم فلان حزب بیاد پشت این قضیه، بریم جلو به نام خودش مصادره کنه، یا اون چیزی که آقای ایکس ایگرگ در اصلاح طلبها خواستن این موضوع رو مطرح کنن، ما باید سمت اونا پیش بریم؟ خیر، همچین چیزی نیستش. من فکر میکنم که الان وضعیت خاصی هستش، همه باید دست به دست هم بدیم. من تمام این به قول آقای لاری، سینه من صندوق اسراره، ولی این صندوق اسرار رو من نگه نمیدارم که بعد از زمانی که نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشه حتما استفاده خواهم کرد. اون افراد رصد دارن میشن. امیدوار هستم که منافع ملی فقط در نظر گرفته بشه و اقداماتی هم که انجام میشه در راستای منافع ملی بشه. سپاسگزارم از شبکه کانال یک که این وقت رو در اختیار من قرار داده. ببخشید، سپاسگزارم آقای مسعود اخترانی عزیز. در این لحظه شما رو دیگه ترک میکنیم. سپاس که در این برنامه حضور داشتین، روشنگری کردین و بسیار های اهمیت هست که صدای این عزیزان حتی در زندان هم به مخاطبینشون که ملت ایران هست برسه. طبعا شما کار بسیار شریف و خوبی کردین. سپاس از شما. برنامه رو با کشیش رسول حیدری عزیز ادامه میدیم. خدا نگهدار. با درود خدمت بانو ویکتوریا عزیز و بینندگان ارجمند، سپاسگزار از این که
منو دعوت کردید و این باعث افتخار هست که در یکی از برنامه‌های شما باشم. بانو عزیز سپاس بیکران، ما همیشه در برنامه شما شرکت کردیم و الان با هم گفتگو داریم. خیلی هم خوشحال هستم از این بابت که به هر حال در مدت این سالهایی که با هم همکاری داشتیم و گفتگوهای مفصل بر سر دغدغه‌های کشورمون واقعا همیشه استفاده کردم و همیشه افتخار کردم به وجودتون و واقعا افتخار میکنم از اینکه در شورای راهبردی شبکه ایران یاران تشریف داریم و همگام با ما میرزمین حضور دارین. حضور پر انرژیتون واقعا غنیمت است. خب کشیش رسول عزیز، من اولین سوالی که میخوام ازت بکنم این هست که وضعیت مسیحیان هم اکنون در ایران به چگونه هست؟ فقط پیکا توضیح چو سوال زیادی دارم. خواهش کنم، خواهش کنم. حتما خبر داریم که آقای جاوید رحمان که گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل هستش، جدیداً گزارششون رو اینگونه دادن که شرایط دیگر باورمندان در ایران، حالا به اصطلاح اقلیت‌های مذهبی، بسیار شرایط بدتری شده. به طور خاص در این سال اخیر دولت نظام اسلامی توانسته آنانی که دیگر باور هستن به عنوان نوکشان مسیحی، به عنوان بهایی ها و در هر فرقه مذهبی که خودشون رو میدیدن و متوجه شدن که دارن گسترش پیدا میکنن، اونها رو تحت آزار و همچنین تهدید قرار بدن. اتفاقا آقای مسعود تهرانی که وقتی داشتن در رابطه با آقای واحدیان اعلام میکردن که خیلی از ایشون خواستن به هیچ وجه این فیلم رو پخش نکنن، من میخوام خدمتتون عرض کنم این دقیقا خواسته نظام اسلامی هسته، چرا که با نوکشان مسیحی هم این گونه عمل کردن. وقتی کشیشا رو میگرفتن زندان میکردن و یا نوکشان مسیحی رو در طول این 40 سال زندان کردن، اولین حرکتی که نظام اسلامی انجام داده نسبت به خانواده ها و اطرافیان این بوده که اونها رو تهدید کرده. اگر شما اسامی که الان زندان هستن، افرادی که نسبتی دارن به شما در زندان هستن و یا اونها ما اونها رو تهدید کردیم، شما اطلاعی بدید به رسانه های خارج و یا به اپوزیسیون، اینو بدونید که شرایط اونها بدتر میشه. تجربه نشون داد اتفاقا شرایط بهتر میشه، چرا که تمام افرادی که گرفتن نوکشان مسیحی وقتی که گزارششون رسید به رسانه های یا اپوزیسیون خارج از کشور و اعلام شدن، اونها تو یک امنیت خاصی قرار گرفتن و این متاسفانه یک حیله نظام اسلامی بوده و با نوکشان مسیحی هم این گونه عمل کردن. اما همونه که عرض کردم خدمت شما، آقای جاوید رحمان نیز این گزارش آخر رو دادن به سازمان ملل که شرایط نوکشان مسیحی بسیار شرایط خطرناکی الان در ایران. بله بسیار هم درست میفرمایید، یعنی هر چقدر که ما بتونیم از در خارج از کشور از این عزیزانی که در به اصطلاح بند و دستگیری و به اصطلاح آسیب‌های مختلف جمهوری اسلامی قرار میگیرن حمایت بکنیم و صدای اونها رو به جهانیان برسونیم، همونقدر چتر امنیتی اونها رو بیشتر بازتر و بازتر کردیم. کاملا درسته. و ضمن اینکه خب من نامه های عدیده رو میخونم از مسیحیان عزیز که واقعا در ایران تحت فشار هستن. خب آقای رسول عزیز بگید ببینیم که اصلا نگاه اسلام به مسیحیت چی هست؟ خب همون گونه که میبینید ما در قرآن آیات بسیاری داریم که دیگر باورها رو نجس میدونن و کافر میدونن و آیاتی رو داریم که توی این آیات علناً اعلام میکنن که میشه اونها رو سر ببریم و میتونیم به اونها آسیب بزنیم. مانند سوره توبه هستش در قرآن اگر توجه کرده باشیم و که در رابطه با کسایی که از باور خودشون یعنی از باور اسلامی برگشتن میتوانن اونها رو بکشن. سوره محمد هستش که بهش اشاره میکنه و از سورات بسیاری هستش که در این رابطه صحبت میکنه که میتونن مسلمانان دیگر باورمندان و یا نوکیشان به یک باوری رو نیز بکشن و سر ببرن. در قانون اساسی نظام اسلامی و در خود نظام اسلامی هم ما هیچ قانونی نداریم، هیچ تفسیری هم حتی نداریم که دفاع بکنه
از یک دیگر باور. به طور خاص کسانی که از اسلام برگشتن و یک دین و یک باوری دیگه دارن یا اصلا نمیخوان دینی داشته باشن، نمیخوان دین مسلمان باشن، از اونها دفاع کنه. پس این مجوز رو به راحتی ما میبینیم که به دولت نظام اسلامی داده شده که هر نوکش مسیحی رو تحت جفا قرار بدن، با توجه به اینکه میدونیم در طول این 40 سال مسیحی ها هرگز حرکتی رو انجام ندادن بر علیه نظام اسلامی، همیشه مشغول عبادت خودشون بودن، خدماتی مانند اینکه کمک کنن معتادین ترک اعتیاد بکنن و یا به نیازمندان کمک کردن. بارها شده که در کشور عزیز ما ایران زلزله شده، سیل شده، بدون اینکه هیچ گزارشی حتی خارج از کشور هم داده نشده. اما این مسیحی ها به خاطر شرایط سختی که داشتن، خود نوکیشان مسیحی گروه گروه شدن و کمک کردن به زلزله زدگان، به سیل زدگان و به مردم نیازمند، همیشه دستی بودن و خود نظام اسلامی هم دیده. اما از آنجایی که خب داریم میبینیم که این باور اسلامی در ایران داره بسیار کمرنگ میشه به خاطر عملکرد 40 سال آخوندها در این نظام، خیلی از جوانان الان به مسیحیت گرایش پیدا کردن و کلیساهای خانگی بسیاری داریم و حتی شخصیت هایی که تو خود نظام اسلامی هستن و صلاح نمیدونن اعلام بکنن، اونها نیز تدبیر تازه‌ای رو دیدن نسبت به باورهای اسلامیشون. الان دیگه اون نگرش اسلامی رو ندارن. از این رو هستش که میبینیم که نوکشان مسیحی رو بسیار تحت جفا قرار میدن، تهدیدشون میکنن و در طول این 40 سال خود شما آگاه هستید که به طور خاص در زمان آقای خاتمی قطعهای زنجیره‌ای ما شهیدهایی که از دست دادیم، شهید شد مهدی دیباج بعد از 9 سال و نیم شهید شدش، کشیش میکایلیان بود شهید شد و کشیش قربانی بوده، شاهی دهقان بوده، استاد دانشگاه بودن، ایشون شهید شدن و خیلی از کشیش ها رو اینها کشتن تا این رو به وحشت رو ایجاد. حالا نگاه مسیحیت به دین اسلام چی هست یا ادیان دیگر؟ مردمانی با ادیان دیگر در به اصطلاح دین مسیحیت چگونه تعبیر میشن؟ تا اونجایی که الان ما شاهد هستیم و تاریخ ثابت کرده این هست که تنها نگرش سخت فالانجیست میشه گفتش خود نظام های اسلامی بوده و ایدئولوژیست های اسلامی بوده که با دیگر باورها همیشه به روش تون برخورد کرده، با رعب و وحشت تهدید. و کشور عزیز ما ایران یکی از قربانی های متاسفانه این ایدئولوژی اسلامی هست در طول 1400 سال. اما در رابطه با اگر مسیحیت من بخوام اعلام کنم، ما در همون کتاب پیدایش میخوایم که خدا انسان رو آزاد آفریده و به هیچ وجه به جبر حتی خدا نمیخواد ما دنبال او بریم. در نامه‌ای هست به نام مکاشفه 3:20 که مسیح اعلام میکنه من پشت قلب تو ایستادم میکوبم، اگه در رو باز کردی من وارد قلبت میشم، دستگیرش هم سمت خودمون هست. پس به زور نمیخواد حتی خداوند وارد قلب ما بشه. پس یعنی اگر عیسی مسیح باور نداشته باشیم باز خداوند وارد قلب ما میشه از نظر دین مسیحیت؟ مسلم بدونیم که خدا همه رو دوست داره. در انجیل یوحنا 3:16 میگه خدا جهان رو دوست داره، نمیگه قشری رو دوست داره. خدا ناسیونالیستی فکر نمیکنه، خدا همه انسان ها رو دوست داره با همون موقعیت و باورهاشون. اگر انسانی در گناه هست، در خطا هست، در جنایت هست، خدا اون گناه و خطا و جنایتشون رو دوست نداره، اما خدا همه رو دوست داره. اما از این رو که ما میدونیم در انجیل مسیح پیام این هست که عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت صلیب رفت و مرد و قیام کرد. این بشر فرقی نمی‌کنه چه باوری داشته باشه. مسلماً چرا که اصلا مسیح مذهبی نیستش. همیشه از من شاید شنیدید که ما اعلام می‌کنیم ما لا مذهب هستیم. ما با مذهب کار نداریم. در از انجیل مسیح پیام عشق، پیام یک رابطه چهارگانه انسان با خودش، خانوادهش، خلق خدا و خدا. اول و دوم هم نداره. عشق قلمروی این رابطه. خب ببینید، نوال السعداوی یک فمینیست، یک زن فمینیست مشهور مصری هست که دارای آثار بسیاری در زمینه حقوق زنان هست در جهان و یک مسلمان سکولار هستش. در یکی از مطالبش میخوندم که
گفته بود ما میتوانیم از اسلام یک تعبیر عاشقانه هم داشته باشیم و من میشناسم کسانی که مسلمان هستن و تعبیرشون از اسلام همون تعبیری است که شما از مسیحیت دارین و اون آیات رو میگن مربوط به اون دوره زمان بوده و برای این دوره نیستش، یا شاید اون رنسانسی که در مسیحیت و در انجیل اتفاق افتاده باید در قرآن هم اتفاق میافتاده یا بیافته، من نمیدونم. ولی به هر حال از این زاویه در واقع به انسان و بشر نگاه میکنه که فرق نمیکنه حالا چه باورهایی ما داریم، به اصطلاح چهره‌های اینطوری در سطح جهان مسلمان هم بودن، از قضا این تعبیر عاشقانه رو دارن. میشه واقعا مسلمان هم بود یه تعبیر عاشقانه و عارفانه و انسانی از اسلام داشت؟ نکنید اگر ما بخوایم فقط به واژه تعبیر که شما فهمیدید یا تفسیر نگاه کنید، بله ما میتونیم یه تفسیر زیبایی از هیتلر هم داشته باشیم. بگیم هیتلر نگرشش بر این نبود که بخواد فقط جنگ باشه، میخواست بهترین نژادها باشه، میخواست بهترین تفکرات باشه، انسانها توی اون درجه عالیه برسن و از این روش استفاده که بر روش خیلی خوبی بودم. یه تفسیره، اما ما میدونیم این گونه نیست. شما اگر مراجعه بفرمایید به سوره نساء، شما آیات بسیاری میبینید که اونجا زن در جفا هست، در اصل ضد زن هست، این سوره داره بر علیه زنان سخن میگه. پس من چگونه میتونم سوره نساء 34 رو بخونم و یا 38 تا که داره اینقدر سخت درباره زن صحبت میکنه، حتی میگه مرد میتونه زن رو بزنه، و سوره های دیگه که نماد بر این هستش که زن ارزشش نصف مرد هست و زن باید محجب باشه، باید لباس مخصوصی داشته باشه، بعد من این رو بیام تفسیر بکنم. مسلم بدونیم زمانی که ما توی اون کاردکس مغزیمون از دوران کودکی به ما مطالبی رو گفتن و ما چون عاشق پدر مادر مسلمانمون بودیم و پدر مادر مسلمان ما پدر مادر ما بودن، از نظر احساسی و عاطفی اونها رو دوست داشتیم، معلمین مسلمان ما معلمین خوبی بودن که ما دوستشون داشتیم و هرگز در رابطه با اون حقیقت قرآن صحبت نکردن با ما، بلکه اومدن محبت خودشون رو نماد از اسلام قرار دادن. خب من میگم من میخوام مسلمان باشم، پس تمام آنانی که داعش، نظام اسلامی و نظامهای تند اسلامی، اینها مسلمان نیستن. من میشم اصطلاحا یک مسلمان لیبرالیست که میخوام تغییر بدم. به نظر من میتواند این طرز فکر یک شرایط صلح رو ایجاد بکنه توی جامعه که مانند داعش عمل نکنه. امیدوارم به هیچ کس بر نخوره. امیدوارم ببخشید من تو برنامه شما میگم، به نظر من در بین مسلمانان میتوانند افرادی باشند که در کنار اینکه نماد به ظاهر محبت و عشق از اسلام رو نشون میدن، اما مانند بمب بدون چاشنی هست. یعنی اگر اون چاشنی که جهاد اسلامی است بیاد آسیب میزنه. شما ببینید توی اروپا، فرانسه، انگلیس خب پس تکلیف باورمندان میلیون ها باورمند به این دین و از جمله در کشور ما که اکثریت مسلمان هستن، تکلیف ما اون وقت با این باورمندان و با خود این دین اسلام چی میشه اون وقت از نظر شما؟ از نظر ما آگاهی، ما آگاهی میدیم. هرگز و هرگز هم به کسی نمیگیم بیاد مسیحی بشی. شما دیدید من توی برنامه ها درباره اسلام راحت صحبت میکنم، هرگز قصد توهین ندارم. میگن احترام بذارید به مسلمانان. احترام اساره عشقه. من عاشق مسلمان هستم، اصلا خدمت من برای مسلمان هستم، پس من عاشقشون هستم، اما عاشق طرز فکر ایدولوژی اسلامی نیستم. من به اونها آگاهی میدم، از محبت مسیح با اونها سخن میگم. اگر به مسیح ایمان آوردن میگیم خدا رو شکر، نیاوردن هم میگیم خدا رو شکر. پس ما کارمون رو انجام میدیم. مسلم میدونم که تاثیر گذاشته و تاثیر میذاره. ما یه برنامه یک ساعت و نیمه در طول 10 سال در شبکه به نام محبت داریم. آمار 5-6 سال قبل ما این بود که ماهی 30 نفر به توسط این برنامه که هفته یک ساعت و نیم برنامه داشتن به مسیح ایمان آوردن. اتفاقا قشری هم که ایمان میوردن جوانان ایمان آوردن، چرا که محبت و عشق رو درک کردن. اونا مسلمان بودن ایمان آوردن. پس هرگز نه من و نه هیچ کشیشی و نه کلام خدا به ما چنین مجوزی نداده که ما باید جبهه بگیریم در برابر مسلمان ها. اونها رو دوست داریم. امروز صحبت ما با مسلمان ها نیستش، ما مسلمان ها رو دوست داریم هر کجا هستن و همسایه هامون هستن. دوستان من
یک تست بده دوستان خوبه من مسلمان هستم و رفتار و اعمالشون بسیار نیک هستش. اما امروز مشکل ما با ایدئولوژی اسلامی هست که نظام اسلامی حکومت اسلامی هست و ما می‌دونیم خود مسیح اولین سکولاریسم هست. در انجیل مسیح ما می‌خونیم مسیح رو بخواد به عنوان پادشاه معرفی کرد، میگه مسیح گریخت و فرار کرد و مسیح به دنبال حکومت و قطعاً سیاسی نه. یک لحظه، در واقع مشکلی ما با ایدئولوژی اسلامی نداریم، مشکل اصلی ما با حکومت اسلامیه که در واقع سیاست رو کرده عین دیانت مردم و دیانتشون عین سیاستشون و این اون چیزیست که در واقع در دین مسیح جایز نیست و اجازه نداره در واقع باورمندان یا متصدیان مثل کشیش ها یا امور به هر حال مسیحیت اجازه ندارن که بخوان دین اسلام دین مسیحیت رو در سیاست دخالت بدن، درسته؟ خب حالا شما هیچ انادی ندارید با مسلمان ها و اصولا با ایدئولوژی اسلام، تو شما انادی ندارید ولی خب معتقدید که دین مورد پسند شما نیست، ولی جمهوری اسلامی با شما اناد داره. از اتاق فرمان تقاضا میکنم که نمونه ای از این اناد رو نشون بدم. نمونه بود که به هر حال میبینید که مرتب در به اصطلاح روزنامه ها و پایگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه شخص کشیش رسول و علیه تلویزیون محبت و کلیه فعالیت هایی که ایشون داره دارن لجن پراکنی میکنن و خب البته به طور غیر مستقیم فکر میکنن وقتی ارتباطات شما رو به زیر به اصطلاح سوال میارن و تهمت هایی که به شما میزنن به طور غیر مستقیم به ما هم دارن یه اشاره میکنن و به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی از شما خیلی میترسه کشیش رسول عزیز. نه خواهش میکنم، نه نه خواهش نداری، تعارفی نیست، واقعیتیه. بله، اونها از به نظر من جمهوری اسلامی از خدای زنده، خدای حقیقی، غیرت ایرانی ها، غیرتی همچون شما بانو ویکتوریا عزیز، از این غیرت ها میترسه، از شجاعت هایی میترسه که میبینه در برابرش ایستادن و مجال اینو نمیخوان بدن که بیشتر از این گسترده بشه در دنیا، چرا که اونا بسنده نمیکنن به فقط موقعیت کشور عزیز ما ایران. میبینیم که نگاهشون خیلی نگاه وسیع هست تا دنیا رو متاسفانه به آسیب برسونن، اما سعی خودشون رو میکنن. خب من به عنوان یک کشیش از همون ابتدایی که وارد سرزمین آمریکا شدم، حتی قبل از اینم که من در ایرانم بودم فعالیت سیاسی خودم رو داشتم، اما وقتی مسیح ایمان آوردم چون با سکولاریسم آشنا شدم متوجه شدم که در بعد مسیحیت من نمیتوانم خودم رو در یک جایگاه بدم که حکومت مسیحی بخوام، چون قبلا حکومت اسلامی میخواستم با اون ایدئولوژی اسلامی که بودم، اما با شناختی که نسبت به انجیل مسیح پیدا کردم متوجه شدم که امروز قلب ما در جایگاهی قرار داره که قلب مردم رو باید ببینه. با هر باوری که هستن، مسلمان هستن، بهایی هستن، حتی شیطان پرست، محبت یعنی درک، یعنی ادراک دیگران، درک کردن دیگران. پس از این رو هستش که ما هرگز جبهه نخواهیم گرفت با یک مسلمان و یا باور اسلامیه اون، بلکه همون گونه که صحبت شد با یک ایدئولوژی سخت اسلامی و با یک حکومت اسلامی نیست که باعث ظلم داره میشه. از این رو ما ایستادیم، داریم این مبارزه رو میکنیم. خب در کنار اپوزیسیون من در طول این 19 سال بودم و
میخوام بگم اولین برنامه گذار مسیحی هستم که در رابطه با ایران صحبت کردم، هنوزم دارم صحبت میکنم، هنوزم انگشت شمار هستم و شبکه محبت، مدیران شبکه محبت من رو تحمل کردن واقعا و لطف کردن و من کارشناسان سیاسی رو در طول این 10 سال بردم اونجا و استفاده ازشون کردیم، اما همیشه مورد تهدید نظام اسلامی بوده این شبکه، اما ایستاده برای مردم ایران، حقیقتا ایستاده، میگم انگشت شمار هستن کشیشا. ولی موضوع اصلا خیلی این هست، مهم هست که شما ببینید تمام شبکه‌های مسیحی وقتی از محبت مسیح میگن، از انجیل مسیح میگن، در اصل دارن اون باور اسلامی رو از ایرانی‌ها میگیرن و اونها مسیحی میشن. ببینید نظام اسلامی انقدر نگران نیست این اتفاق داره میفته تا اینکه ما میایم درباره نظام اسلامی صحبت میکنیم، میایم مردم رو تشویق میکنیم که مردم در برابر این نظام اسلامی بایستن. اونجا هستش که میبینیم واکنش اونها بسیار تند میشه و اونها واکنش تندشون رو همیشه روی سایت ها داشتن، صدها سایت هست بر علیه من صحبت میکنن و منو به عنوان تندروترین کشیش معرفی میکنن، اما خدا رو شکر خداوند عزیزانی مثل شما رو کنار ما قرار داده، در کنار هم، در کنار آقای شرمومیون عزیزم، شاهزاده عزیزم و بقیه اپوزیسیون ایستادیم برای آزادی ایران و اونجا دیگه من پرچم مسیحیت رو نمیگیرم دستم بگم من میخوام شماها رو مسیحی کنم. امروز ما میخوایم این نظام اسلامی سرنگون بشه، آزادی بیاد، تحت آزادی هر کسی با اون اندیشه و نگرشی که قلبش گواهی میده زندگی. زنده باد، زنده باد، واقعا همینطور هستش. شما عمیقا اینکه فرد سکولار هستین با وجود اینکه به هر حال کشیش هستین و این سکولار بودن شما برای من خیلی جالبه، قطعا برخواسته از دینی است که بهش باور دارین که در واقع اصلا به شما اجازه نمیده که دینتون بخواد در سیاست یا دیدگاه سیاسیتون تاثیرگذار باشه، بلکه سیاست رو به لحاظ باورمندی به حقوق بشر و دموکراسی و ارزش‌های سکولاریسم شما بهش رو آوردین که این ارزش‌ها اصلا می‌بینم که هیچ گونه در واقع مشکلی با ارزش‌های باورهای دینی شما نداره و این خیلی برام جالبه. من فکر می‌کنم که البته یه دسته ای هستن از باورمندان به اصطلاح اسلام مثل مثلا آقای سید کاظمی بروجردی، از داخل زندان ایشون رساله ای رو به علیه تز ولایت فقیه و حکومت دینی اساسا ارائه داد و بعد از اون هم باز خیلی بنده خدا در این زمینه واقعا کار کرد و خیلی سعی کرد که بگه آقا باید دین رو از سیاست جدا کنیم. و الان صداهایی که از داخل جامعه ایران هم میاد در واقع حاکی از این داره که جمعیت قریب اتفاق ایرانیان آن دخالت دین در امور خصوصی و اجتماعی و زندگیشون نیستن، اصولا میخوان در حیات اجتماعی و حیات خصوصیشون دین بخشی از باورهای خصوصی خودشون باشه، نه بهشون تحمیل بشه. برداشت شما که به اصطلاح ارتباط بسیار وسیعی با کف خیابون و با مردمان داخل ایران دارین چی هست؟ اصولا مردم ایران رو در این زمینه چگونه ارزیابی میکنید و میبینید؟ نه خب ما الان شاهد بر این هستیم، به طور خاص نسل جوان هرگز دیدگاه اینو نداره که حکومت مذهبی باید باشه و حقیقتا ذهنیت اونها پاک شده. حتی اگر شما یادتون باشه در 2 سال پیش ما شاهد بر این بودیم که در ماه دی که ایرانی هایی که در ایران بودن گذشته از شعارهایی که میدادن نسبت به آزادی ایران و اینکه شاهزاده برگرد به ایران، شعارهای خیلی تندی حتی از شهرهای متعصب مانند قم رسیده شد. من نمیدونم شما این کلیپ ها رو دیدید، همینطوره اصلا اعلام میکردن جوانان که البته خب شاید پیام قلبشون کاملا این نبوده، اما از اونجا که آزرده شدن از یک حکومت مذهبی اینا شعار میدادن نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران. خب ببینید به کجا مردم رسیدن، مردم ما و به طور خاص نسل جوان ما به جای رسیدن که هرگز نمیخوان بعد از این حکومت مذهبی باشه، هر نوع مذهبی میخواد باشه،
دیدگاه این گونه نداره. شاید دیگه هم میدادن شکم اینو کلمت رو میگفتن که حکومت آخوندی نمیخوایم یه همچین شده. بله. خب تو شهر خود ما، شهر قم، عزیزانی که من با اونها در تماس هستم، جوانان دیگه مذهبی فکر نمی کنن و خیلی ها هستن تو شهرهای مانند مشهد، شیراز، قم به مسیح ایمان آورده. حتی ما آماری که گرفتیم چند وقت پیش این بود که شهرهای مذهبی درصد ایمان آوردنشون به مسیح بیشتر از شهرهای مانند تهران بوده. و داریم می بینیم چرا که ایرانی ها خدا دوستن و تو این مسیر وقتی خدا رو میشناسن، خدای حقیقی رو میشناسن، اون خدا رو رها نمیکنن و متوجه میشن که نظام اسلامی یک بیزینس کرده، منافع طلبی کرده، فقط به فکر خودشون بوده و با یک ایدولوژی سخت کشور عزیز ما رو توی شرایط خیلی بدی قرار. حالا شما نظرتون راجع به اونا که هیچ باوری به خدا ندارن، آتئیستن، هیچ باور دینی ندارن، به طبیعت باور دارن، به وجدان باور دارن، با اون دسته از مردمان شما خودت راحت احساس کنیم؟ مشکلی نداریم؟ بعد درصد. خب من الان که توی ایران نیستم، من در یک کشور آزاد هستم و باور بفرمایید کلیسای پرتم مسیح میزبان ایرانی ها هست با هر باوری. ما در کنارمون بهایی عزیز رو داریم که میان میشنون، شاید بعضی مدتی به مسیح ایمان بیاورن و افرادی داشتیم که اصلا هیچ باور الهی نداشتن. حتی من تو شبکه ها، حتی شبکه محبت، من حالا اسم اون شخص رو نمیبرم، شاید نخوان ایشون بدونن، من یک دکتر روانشناس رو دعوت کردم سالها پیش، روز کریسمس دعوت کردم از ایشون، کنار من بود و خودش هم خندید، گفت عجیبه، شما باید یک کشیش بیارید، من بی خدا رو آوردید. ولی خب جمله‌ای که ایشون گفت انقدر زیبا بود و به دل نشست و ایشون گفت من به خدا باور ندارم، اما اگر خدایی وجود داشته باشه خود عیسی مسیح هست. و ما اوپن هستیم، به هیچ وجه برای خودمون محدودیت نذاشتیم. عیسی مسیح هم گونه که عرض کردم، کلام خدا میگه با گناهکارا بود، با شرابخوارها بودش و و و، اما گناه اونها رو تایید نمی‌کرد، با اون زندگی نمی‌کرد. پس امروز اگر یک شخص که خدا رو باور نداره، من درسته با اون هم باور نیستم، اما من ایمان دارم اون شکل خدا آفریده شده و خدا برای اون برنامه نیکو داره و به خاطر اون برای حالا تصور کنیم که جمهوری اسلامی رفت و از تصور هم به دور نیست که چیزی به رفتنش نمونده. شما به ایران بر میگردین، چه اقداماتی میخواییم به عنوان یک کشیشی که به هر حال این همه سال در خصوص مردم ایران صحبت کرده، تبلیغ کرده، تلاش کرده، چه نقشی رو برای خودتون تصور میکنیم؟ من 18-19 سال پیش تو همین سرزمین خدا من رویایی دارم برای ایران که بتونیم سازمانی رو تأسیس کنیم و این سازمان رو تأسیس کردیم به نام سازمان ونگارد پیس میکرز و یا پیشتازان صلح. ما اصلا از آینده ایران به امروز رو نمی‌دونستیم چیه، اون زمانی که رویا رو خدا به من داد و در اون رویا خدا با قلبم صحبت کرد که بتونیم تشکیلات و امکاناتی داشته باشیم برای ترک معتادی و بتونیم دستی باشیم برای نیازمندان، بتونیم دستی باشیم، حتی ببخشید اینو میگم، من این پیام از خدا گرفتم کمک زنان خیابانی کنیم و یا همون زنان که اون سرپرستی رو ندارن کمک کنیم، که حتی در گروه ما خیلی هم میخندیدن، میگفتن این حرفا چیه، زنان خیابانی از کجا اومد؟ و امروز داریم میبینیم که این واژه چقدر داره استفاده میشه. پس هدف ما آبادانی کشور عزیزمون ایران هستش، حتما فکر من این هستش، چون من با انجیل مسیح شفا گرفتم، من آروم شدم، من از اون یک مسلمان متعصب که حتی تیر خوردم به خاطر اینکه حکومت اسلامی باشه و من باید کشته میشدم، تنها شخص شاهد یک بیمارستان هستم که امروز زنده هستم و همه اون دوستان منو اعدام کردن متاسفانه نظام اسلامی، با این ایدئولوژی سخت اسلامی من زندگی میکنم، انجیل مسیح منو آزاد. پس من این آزادی رو دوست دارم با محبت، نه تحمیل کنیم و نه تهدید کنیم، بلکه همون گونه که انجیل عیسی مسیح اعلام میکنه با عشق محبت مسیح رو که مذهب نیست، دین نیست، فقط خود عشق هست رو به هموطنانمون معرفی کنیم تحت پوشش قانون آینده کشور
آزاد ایران. یک دقیقه وقت داریم برای مسیحیان عزیزمون که ما را در این برنامه دنبال میکنن و برای اونهایی که باور دارن به دعا اصولن و احترام دارن، یک دعا برای ایران بکنید. حتما سپاسگزارم از این که لطف کردید من دعوتی حتما. هللویا ای پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای این وقت. خداوند کلام تو اعلام میکنه هرگاه دو یا سه نفر در نام تو دعا کنن، هر آنچه بخواهند تو با آنان خواهی داد. تو رو شکر میکنم برای بانو ویکتوریا آزاد، خدا، برای قلب خوبش، خدا، برای این برنامه، برای این شبکه یک، خدا، همچنین آقای شهرام همایون عزیز، و همچنین تو رو شکر میکنم برای سرزمینمون ایران که تو به ما هدیه دادی تا در اون سرزمین متولد بشیم. اینک از تو میخوام در نام پرجلال مسیح، این تو باشی که باران آرامش و قوت و حکمت و حقیقت تو جاری بشه بر ایران و ایرانیان، خداوندا، و تو سرزمین ما را، خدا، از این تاریکی عیسی مسیح و از این نظام شیطانی اسلامی تو رهایی بدی، ای پدر جان، و دست حفاظت تو، خداوندا، با دیگر باورمندان، خداوندا، با افراد سیاسی، با هر عقیده‌ای که اینک در زندان هستن باشه، خداوندا، و تو شرایط آزادی اونها را مهیا کن و تو کشور ما را آزاد کن تا هر اندیشه‌ای و هر باورمندی بتواند به آزادی زندگی کنه، چرا که خداوند هدیه آزادی رو تو بودی اول به بشریت تقدیم کردی، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت. آمین. آمین. هللویا. خیلی سپاسگزارم ازتون، واقعا ممنونم. سپاسگزارم از مخاطبین عزیزمون، از بینندگان عزیزمون، از هموطنای عزیزمون، و آرزو میکنم که هر چه زودتر شاهد آزادی ایران باشیم، جاوید ایران، برقرار باشید، پاینده باشید. سپارم تا برنامه دیگر. بدرود. نهایت خوشبختم.